اینجوری که چرته در میاد نو کرده تا برو اوسا برو که پت رو پوست خرمزه هست یا روم سیاه آفینی جلو به شما هم سایه ادب شد اینقدر عصبی شدی که نگران شدم بلای سرت بیار اگر نه وسط دعوا که حلوا خیر نمی کنه شرمنده تن ما داریم میریم فقط مراقب باش گزک دست اینا ندی و دوباره گرفتارشون نشی بذارم بارون بند بیاد بعد بریم دیگه قطع شده بارون ها میرزا اون تابلو و کلوی من چشم لطف حسین ما را تنها نمی گذارم گر خلق گذارد او با نمی گذارم در امان خدا خداحافظ مرسی خداحافظ 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 مرسی که بیاد یه دو دارش که بگو بیاد آقا بارو دو بگو دارش که بیاد استاد بیا ببینمت تو لباس تافته مرجان دوست چه ماهی شدی کارت حرف نداره داری پا جای پای بهترین خیاطای پاریس میذاری تو هم کم از زیبارویای پاریسی نداری کاش میدونستم برای دیدن که اینطور بیتابی میکنی مرجان جنگ برگشتی آقا دستت چی شده خدا منو مرگ بده اول نکنه
یوسف چی شده؟ کالسکه چپ کرد. کالسکه چپ کرد. لابد به تاق رفته که چپ کرد. بذار ولش کن احمد. تقصیر کسی نیست. خدا رو فکر می‌کنم. آقا چیکار کردیم با خودتون؟ درد بلاتون بجونم. عجب خبطی کردم. چه غلطی کردم شما دوتا رو تنها فرستادم. کاش خودم باهاتون میومدم. تو هم که داری میلنگی. نگه گفتش. حالا کجا داری میری؟ میرم دانشگاه اسم سپردم یه مسلمانی برم بگیرمش. لازم نکرده. اول برو دنبال حکیم. باش. کاش میذاشتی ببرمت بریز خونه آقا. نمیدونم جواب سبیه تیمسار رو چی بدم. نمیت. برو تابلو دم در ورد بر تحویل بده. ای آقا تو این وضع فکر تابلویی فدای سره. بیا بیا تا نچایدی سر وضعت عوض کنم. بس دیگه چقدر بیسابی مواظب این رخت و لباستون هم باشین. بیا برو ظرفا رو بیار. بجو جمال این آتشخاله رو ببر بریز دور. بدو چشم کن تر تمیز بچینی ها حواست باشه. سلام. سلام. به به مبارکتون باشه. خیلی ممنون. دیگه اجبارمون کردن دیگه. دیگه چه زوری چه ذوقی. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. دایه کجاست؟ تو اتاقم پیش خانوما. اینجوری میخوایی موضوع پدر من رو ببینیم؟ خدا به سر شاهده من نمیخوام تو روی تیم سار بایستم. دست نکنید اینو بپوشید به خاطر خودتون. مرجان حیفه اون همه زحمتی که من برای دوخت این لباس کشیدم. ای مرجان. بله جای مادرمونه حرمتشو نگهدار. یه جور حرف نزن انگار من آدم بده این خونه. تیمسار دستور داد خودت که شنیدی. خیلی خوب دایی جانم من نمیذارم کسی تو اندرونی زورت کنه ولی فقط تا پیش آمده بدی رخ نداده برای کوچه گذر یه چاره کن. اونجا دیگه کاری از دست من بر نمیاد. میخوای خونه نشینم کنی؟ میخوام خونه نشینی تو چاره کنم دایی جانم. کاش اینو بدونی چاره کار و خیر و صلاحت همینه دایی خانم. منو از این کار معاف کنین. من هیچ خیر و صلاحی توش نمیبینم. مطلب یه تیکه پارچه نیست که باشه یا نباشه. برداشتن چادر من یعنی نادیده گرفتن دین و ایمونم. نمیشه مادر. نمیشه با زور و جبر و عافیت طلبی اینا رو نمیشه نادیده گرفت. دایه سلام مادر. علیکم سلام. بیا بیرون باید کار دارم. به کارتون برسیم. یالا تا کی میشه امتناع کرد؟ مادر من بیا تا کلامون با کسی تو هم نرفته جمع کنیم بریم خونه باخ. منم قصد دارم بیام ری اما الان وقتش نیست. امروز ضیافت ماهوره و ترک کردن اینجا عین بیمهریه. نمیخوام ضیافتشو خراب کنم. فردا رو که ازمون نگرفتن. من نمیفهم وقتی نمیخوای نمیتونی تو ضیافت ماهور باشی این موندن دیگه چه فایده ای به حال ماهور داره. تیمسار پیش پیش ممنوعیت های محرمم گوشزد کرد که ماستا رو کیسه کنی. مادر من دیگه باید چی پیش بیاد که از این خونه دل بکنی؟ به حرف آسونه. بیا تا حکیم نیامده با آب سرد دستتو بشورم یکم دردش آروم شه. بیا آقا. یوسف نیامده. باید این امانتی و سفارش تیمسار رو ببره. نگرانم دیر برسه. آقا فدای سره عوض اینکه به فکر خودت باشی فکر تیمساری.
بذار حکیم بیاد بره، من خیالم راحت شه، خودم میبرم. شما نمیخواد نگران این چیزا باشید. آقا دستت بیار جلو، دستت بیار جلو. آقا بیا 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 باش. وای خاک بر سر من، چه ورمی کرده آقا. ایداد بیداد، ایداد بیداد. آقا تحمل کن، تحمل کن. دست دست بیا بالا. بیا 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 بیا. نگاش کن، نگاش کن. خدا سب کن، 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 سب کن. بیا بیا. آقا بازم خدا رحم کرد، اونجوری که تعریف میکردی درست که پن شد وسط کوچه، این دست که هیچی، زبونم لال، دور از جونت، جنازت باید از زیرش میکشیدیم بیرون. آقا به نظرم دستتون شکسته. دردش امونم رو بریده. الهی بمیرم. این یوسف پدر مردم که نیومد. آقا بفرما این جوشونده رو بخور، گلگاو زبون با سنبولتی. بفرما. نمیخوام. ببینم محمد ساده چقدر قشنگ شدی شما امشب، چه پسر خوش لباسی، چقدر برازنده. افتخار میدیم با من قدم بزنی؟ بله. همیشه به جشن و سرور آبچی خانم. یالا بگو ببینم چشم انتظاری کدوم مهمون تو رو به ایوون کشونده؟ مهمونی که به دلم افتاده نمیاد. ببخشید امروزم به خاطر من قید کارتو زدی. چرا که نه، خاطره فقط برای تیمسار که عزیز نیست، برای منم عزیزی. میدونی داشتم فکر میکردم تیمسار برای اومدن نور چشمیش یه همچین ضیافتی به پا کرده، برای روز جشن عروسیش چه ها میکنه. اوه لابد هفت شبانه روز بزنه به کوب تو گران هتل. بالاخره یه تیمسار و یه ماهور. چیه؟ حواست هست؟ همش به جای پدر میگی تیمسار. خب چشه؟ هم خوش صداست، هم پر ابهته. تیمسار. خب اگه چیزی میخوای به پدر بگی یا دلخوری ازش داری بهش بگو. چی داری میگی؟ تو خیلی وقت اینجا نبودی. مرجان من و تو خواهریم همدیگر رو خوب میشناسیم، پس به من نگو چیزی نیست. من میفهمم تو هنوز از اون ماجرا حالت بده. کوتاه بیا ماهون، الانم برو بچسب به مهمونی. شنیدم تو ضیافت امشب رجال کشوری، لشکری، تجار و سفرهای فرنگ همه جمعن. جدی میگم مرجان، متوجه نیستی با این حال پریشونی که داری مادر چقدر نگرانته؟ هممون نگرانتی. البته با چیزایی که شنیدم بهت حق میدم این وضعیت رو داشته باشی، اما هیچ تقصیری متوجه تو نیست. اینقدر دنبال مقصر نگرد، پدر دوستت داره. من دختر خلف پدرمم، به من نگو چی باید چطور باشه. ماهور جانم قبلا بهت گفتم تو از هیچی خبر نداری. الانم برو از مهمونیت لذت ببر. فقط اگه میبینی تیمسار خرجی روی دستش امشب گذاشته، زیاد احساس بدهکاری نکن، چون من خوب میدونم غرضش از دعوت این آدم ها چیه. ولی اصلا فکر نمی کردم از وجود تو هم بخواد مایه بذاره برای رسیدن به مقاصدش. به نام نادر و به کام قادر. میبینی ضیافت به نام توه ولی به کام جناب تیمساره. البته این از زرنگی جناب تیمساره. مرجان ساکت میشنون. پس بذار خفشم و فقط حرفای خوشایند در مورد پدر بزنم. بابا سلام. علیکی سلام. سلام آقا. پس کو حکیم؟ رفتم دم خونهشون، خونهش نبود. پسرش گفت واسه دوا درمون یه مریض رفته تجریش. خیلی بهش سفارش کردم، گفت اگه اومد خودم میارم شد. ای بخت اقبال، حالا چیکار کنیم آقا که نمیتونه تا اون موقع درد بکشه. آقا
تو رو خدا بلند شو بریم مریض خونه. این وقت شب که مریض خونه باز نیست. آقا فکر اونجاش هم کردم. الان که داشتم میومدم سرارا از سبز میدون براتون از کریم دواچی حب بوزماد گرفت. باریکلا پسر عقل کردی. بده ببینم. کریم دواچی کارشو خوب بلده. آره بابا اصلا همچی که بهش گفتم استاد اینجوری شده نمیدونی نسخه پیچید سری. خب نعمت حالا که یوسف با دقا برگشت و خیالت راحت شد خودت امانتی تیمسا رو ورده ببر، دیر میشه. آه چشم، اجازه بدید من این زماده درست کنم بمونم دستتو بد میرم. آقا من اینو ببرم خودم؟ کوچالنگون لنگون تو برو خودت خوشحال لباس عوض کن، امانت آقا رو میری خراب بکنی، کار بدی دستمون. بابا مگه من بچم؟ اون سری هم نذاشتی من تیمسا رو ببینم، بذار برم دیگه. آها پس حکایت رفتنت دیدن تیمساره، چه دلی برده از تو این یارو. آخه تیمسا رو تو کجا میتونی ببینی؟ اون الان سرگرم بزم و عیش و نوشه، ضیافت اونا ناجوره. از وقتی هم حکم دادم به سر باز زنا حکم و حیا از بین رفته. صلاح نیست جوون عزب و جوجه آبله. بابا منو چه به ضیافت تیمسار؟ بابا اینقدر اونجا آدم کله گنده است، اصلا منو راه نمیدن اونجا. من فقط میخوام اینو بردارم به این امانتی رو بدم. اصلا دیره نعمت، اگه میل داره ببره بذار ببره، اینقدر پاپیچش نشو. آخه آقا این تیمسار 6 ماهه به دنیا آمده، الانه که خودش یکی رو بفرسته پی تابلو. حواست هم باشه با دوبارون اینو خراب نکنه. چشم. حواست جمع باشه، رسیدی اونجا چیزی از پیش آمده امشب به خود تیمسار و دخترش نگی. چشم. من میرم یه کمی دراز بکشم، خیلی درد دارم. ببینم الهی آقا چیکار کنم. باشا ببینم کجا باشا. اول میری این لباس تو در میاری. چشم. بعد آسته میری آسته میاد. چشم باش. بعدم امانت آقا رو خیلی مواظب باش. باشا چشم. چشاتم درویش کن. خودم تحویلش بدم. آقا جان شما اینو بده به من، همینجا منتظر. خب نمیشه که شما رو سر تو بنزین پایین بیاد. آقا میشه دیگه آقا. آقا اینو به من. آقا من بعد خودم تحویلش بدم. آقا جان شما اینو بده به من، همینجا منتظر. آقا نمیشه استاد، آفی گفتم خودم شخصا جد تحویل جناب تیمسا بدم همین. آقا مگه بار جواهری نمیشه؟ حتما هستی که. حتما هست چی آقا تو؟ کن خب. نمیشه که شما رو سر تو بنزین پایین بیاد. حتما میشه دیگه آقا. آقا اینو به من. آقا عزت. بله خان. عمو داشتین خان. چی شده؟ آدم استاد نقاش اومده، خیلی هم پسر بی‌تربیتی است. خانم سلام، جسارتا ببخشید یه پیغام آوردم براتون. مگه استاد حافی خودشون نمیاد؟ نه، یعنی طوری شد که نشد بیا. چطور؟ یادم میاد دعوت منو قبول کردن. بله، قبول کردن، اتفاقا آماده شدن که تشریف بیارن، ولی خب یه پیش آمدی شد که چطور عرض کنم خدمتتون من؟ چی شده؟ چی باعث شد که منصرف بشن؟ اتفاقی افتاده؟ بله. نه نه یعنی نه، حقیقتا یه کار ضرب العجله پیش اومد دیگه مجبور شدم برم، نتونستم بیام. بسیار خوب. پیغامشون چی هست؟ عمل کردن اینو بدم خدمتتون. خیلی خوب. حتما کارشون انقدر مهم بوده که ما رو از افتخار حضورشون بی‌نصیب بذارن. این امانتیو بده به آقا عزت برسونه دست تیمسا. بله. ازشون تشکر کن. چشم. بسیار خوب. به امورات برس. از آورنده تابلو هم پذیرایی کن، یه مشتلوق هم بذار کف دستش، دست خالی نره. با عزت و احترام. برو. چشم آقا. آقا ماهور خانم. بیا تو ماهور جانم. خود استاد حافی که امشب حضور و دیدارشون از ما دریغ کردن، اومدم تابلو رو ببینم، وعده داده بود وقتی تموم شد میتونم ببینمش. از عدم حضور استاد حافی دلخور نباش، یحتمل شرم حضور مانع شده. لابد دعوت منم از سر تعارف قبول کردن. نظیره مثل خودت عالیه پدر، شما واقعا کارو سپردین دست کاردون.
مطمئنم دل اون لیدی بریتانیایی میبره. ولی حیف، خیلی دلم خواست این تابلو مال مامی بود. خب هنوزم دیر نشده. گور بابای لیدی بریتانیایی هم کرده. حالا خودت پیشکش به تو. با مزاح نکنیم پدر. فی‌الواقع من این داستان رو از خودم در آوردم. لیدی وجود نداره. باورم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی تو هیچ وقت فکر نکردی که این تابلو چرا باید اینقدر شبیه تو باشه؟ نه واقعا، تا همین الانم نفهمیدم چی تو سرتونه. و استادم چیزی بهم نگفت. من ازش خواستم، اونم به رسم رازداری هیچی نگفت. از امشب این تابلو میره روی دیوار اتاق تو. پس حکمت این پنهونکاری و قصه سرهم کردن و این بود. عجب قفلگیری پدر. من برای خوشحال کردن تو حاضرم از همه چیزم مایه بذارم. واقعا ممنونم پدر، این بهترین هدیه بود که میتونستم بگیرم. بایدم بگیری. تا جایی که یادم میاد عزیز دردونه پدر همیشه تو بود. ای مرجون، ببینمش. تو خفا سفارش میدین و تو خلوت تقدیم میکنین، دور از چشم غیر. ولی میبینم ارزش این همه پنهانکاریو داشته. اگه یکم انصاف داشته باشی اقرار میکنی که هیچ وقت بینتون فرقی نذاشتم. به کارا و حرفات ایراد گرفتم ولی محبتم رو ازت دریغ نکردم. بله درست میگین، ایراد از نازک دلی منه، نه طبع سلیم پدر. مبارک باشه عزیز دردونه، یادت باشه چی بهت گفتم. دختر دوباره چش شده؟ چه عرض کنم؟ عزت! عزت! بیا این تابلو رو ببر. واه واه، چقدر قشنگ شده. تیمسار بود، من فقط تیمسار ببینم. به جونتون. به جون خودت. بابا یه دفعه چی مگه این بچه باشه 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 نگو پسری مزرخ. برو باید ببینم حیف که تیمسار سفارش تو کرده، مگر گردن تو رو من میشکستم. جمال مجمع رو بردار بیار ببینم چیکام کرد. بیا ببینم. بیا این مشتلق دست من بود، مشتلق لغت هر اومد میکنم. حالا برو ببین نبینم ایچه. برو نبینم ایچه. بگیر اینو دیگه. برو نبینم ایچه. من نبینم ایچه. مطبخ. مطبخ. از همه مطبخ. دیوانه است. بهتر زودتر اماده شه، مهمونا دارم میرسن. شما برید، من الان میام. اگه به خاطر مرجان پکری خودتو ناراحت نکن. میدونی که دختر زود رنج و همیشه خودشو با ماهور مقایسه میکنه. به وقتش از دلش در میاریم. مرجان به کنار، با این داستان کهنه چه کنم؟ تعمورز؟ پاکتو پس فرستاده؟ تو این نامه علی ظاهر بابت نیامدنش به ضیافت عذرخواهی کرده، ولی هنوزم کلمه بی کلمش بوی قهر و دلگیری میده. دو سال گذشته ولی من نمیدونم چرا با این پیش آمد کنار نمیاد. شاید هنوز حق داره. مرجان که هنوز دل شکسته است. از اون که تنها پسرش رو از دست داده چه انتظاری میشه داشت؟ شاید هنوز دلخوره که با پسرش بدتا کردی. شما که خودت میدونید چرا. چرا میپرسید؟ بله. ولی همون موقع هم که طهمورث با عزت و احترام مرجان از شما خواستگاری کرد، با تندی و عتاب جوابشو دادی. اون روزا فقط به آتیه و سعادت دخترم فکر میکردم.
مایل به ازدواجش با روزبه نبودم چون جنم پدرشو نداشتم. تو این دو سالم هر کاری برای دلجویی ازش کردم. حالا بیشتر از این خودتو ناراحت نکن. دوستی که عهد دائم نیست. همه دوستان قرار نیست تا ابد تو حلقه مودت آدم بمونن. سوایو، شاید حکمتیه که مرجان روزبه و خاطراتشو زودتر از یاد ببره. نمیدونم. شاید. یحتمل همینیه که شما میگید. آقا خانم، مهمونا تشریف آوردن. حکمتش چیه؟ خود سرهنگ سفنت های امشب اینجا مهمونه، باز ما باید اینجا کشیک بدیم؟ خودت داری میگی دیگه، مهمونه، مفتش که نیست. جلوتر نریم، همینجا خوبه. حوصله این نوکر فضول توپل تیمسار رو ندارم. همون کله فرفریه؟ اگه امشب پاپیچمون بشه دیگه نمیدونم چی باید جواب بدم. Mr. Fisher, welcome. Mr. Fisher هستن از تاجران پارچه آلمان که مرجان جون قریبشون هستن. خوش اومدید. خوش وقت هم Mr. Fisher. من ازم. بفرم. Mr. Fisher, Peter. Thank you. بفرم. سلام از شجانت جناب سرهنگ سپنتان. شمت میدم. ابو جان تشفه بودم؟ ابو جان سلام مخصوص رسونده، خدمتون عرض خواهم کرد. بله، البته. خیلی خوش آمدی، قدم رنجه فرمودی. خیلی خوشحالم که میبینم اتون بانو. مشتاق بودم بانوی که به تازگی از تحصیلات فرنگ به وطن برگشته رو از نزدیک ببینم و بهشون تبریک بگم. ممنون. قبلا افتخار آشنایی با شما رو داشتم؟ از راه دور خدمت شما و خانواده محترم ارادت ویژه داشتم. سرهنگ سپنتا هستم، پسرموی روزبه. آه، بله، بله. خیلی خوشبختم. منم خیلی خوشبختم. خیلی خوش آمدید بانو به وطن. سلام، حالش رو چطوره؟ خوبی؟ مرسی، ممنونم. میارم بازم پارچه های جذاب بسیار میدن از این پارچه هایش میدن خیش میکنم. آی شهر زیبایی خواهد برای خیلی خوشحالم که میدونم. سلام جناب سفنتا. سلام بانم. برحال ممنون از لطفتون، امیدوارم که امشب خیلی بهتون خوش بگذره. من با اجازتون میرم به بقیه مهمون. بفرست پیداست خواهرم نظر شما رو هم جلب کرده. البته ایشون برای این کار نیازی نیست که خیلی به خودشون زحمت بدن. شما راحت از کسی تعریف نمی کنید جناب سرهنگ؟ بله، البته تعریف از ایشون که به جاست، ولی باید اعتراف کنم که خانواده محترم تیمسار افشار همگی مشمول این وقار زیبایی است. جناب سرهنگ، خواهش میکنم تشویق برن از خودتون پذیرایی کنید. بله، متشکرم بانم. با اجازتان. خواهش میکنم. تو چرا اینجا وایسادی؟ خوبم عزیزم،
اون تابلو ارزش اینو نداره که به خاطر شب خودتو خواهرتو خراب کنی. در حال حاضر اون تابلو آخرین چیزیه که توی خونه میتونه حال منو بد کنه مادر. شما نگران نباشید. بفرمایید به مهمونو برسید. آقای پیرولی، بفرمایید. بفرمایید قربان. خانم؟ بله. باش بیاری؟ همسر من هستم، بانوی این امارت. بله، شب شما خوش بانو. شب خوش، قدم رنجه کردید. سپاسگزارم. خانم های جوان دختران من هستم. ماو جانم تازه از پاریس برگشته و مرجان خانومم که یه مزون بسیار بسیار شیک توی لاله‌زار داره. چقدر برازنده؟ پس ضیافت امشب به یمن از سفر برگشتن ایشونه. بله، تقریبا. ماو جان، جناب تیمسار درخشان از دوستان و رفقای بسیار بسیار قدیمی من هستن. ایشونم آقازادشون جناب دکتر فرهاد. خیلی خوشبختم. سپاسگزارم. به به، چه برازنده. در چه رشته‌ای تحصیل کردی؟ تلفن. دیدی چی بهت گفتم؟ درباره چی؟ لقمه‌ای که تیمسار برات گرفته. معلوم شد این ضیافت در اصل برای چیه. دیوونه شدی؟ جناب تیمسار، جناب فرهاد، خیلی از آشنایتون خوشحال شدم. با اجازتون من میرم از سر برمیگرم. ببینم مارینا رو ندیدی؟ حضر کنم، من میشنسی؟ مارینا جان، ببخشید واقعا ناچار شدم تنها بذارم. به عزیزم مهمونه تو راحت باش. چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟ چطوری؟ طوری نیست؟ صورتت گل انداخته. از دست این مرجان، چون انداخته که امشب جلسه خواستگاری من. جای شب خیلی خالیه، کاش میومد. شب امروز خیلی گرفتاره. به هر صورت سلام رسوند، خیلی عذرخواهی کرد از اینکه نتونسته بیاد. من خودم هم باید زود برگردم. مادر خونه تنهاست، میدونی که زیاد دوست نداره تا دیر وقت بیرون بمونه. فعلا که هستی چون کارت دارم. جناب سرهنگ سپنتا، پارسال دوست، امسال آشنا. چیزی لازم نداری؟ همینو مسترم زیاد. افتخار ندادید در جمع ما حضور داشته باشین؟ شاید ترجیح میدید تنها باشین آشنای قدیمی. اختیار داریم. رفقای جدید تو دل تیمسار جایی برای قدیمی ها و از نظر افتاده ها نداشت. فلواقع وقتی خانموت تحمورس خان دعوتنامه رو پس فرستادن، گمان نمی کردم شما هم تشریف بیارید. البته کدورت ها و دلخوری ها هنوز پاورجاست، ولی من اومدم که اصلا ادب بشم. بابا شما هم به عموی بنده حق میدید که دعوت شما رو نپذیرم. بلخص چند روز دیگه که سالگرد مرگ روز به. بله بله بله. واسه تأسفه. جوان لایق و برازنده‌ای بود. بله بله. کاش دو سال پیش که بس رد به سینه زدین هم همین فکر رو میکردیم. من هیچ کینه ای از روزبه به دل نداشتم. قصدم محافظت از دخترم بود. روزبه سر پرشور و بی‌ملاحظه ای داشت. من فقط میخواستم که به هر ترتیبی که شده دخترم رو از روزبه دور کنم. به چه ترتیبی تیمسار؟ من نمیخوام جسارتی بکنم، ولی باشم یه تأمیناتی اگه این حرف شما رو بذارم کنار گروله‌ای که تو دل روزبه جا خوش کرد، باید به این حق بدید که زنین و البته دل با پس باشم. بالاخره این زبان تند و تیزت کار دستت میده. دو سال پیشم یه همچین کلامی رو به زبان آورد. به کار دستم میده. بله، جواب اون گستاخی رو با یه سیلی آبدار از طرف شما نوش جان کردم. البته امشب نمیخوام دوبومیشو بخورم. بگذاریم تیمسار، جا
شبتون خراب نکنه. گذشته ها گذشته. بله گذشته. مطلب دیگه ای هست؟ ارادت من فقط اون خانومی که اونجا هست، خانم مارینا، نامزد شهابه. شهاب مصطفی بعد از خروج از مدرسه نظام فعالیت های بورشویی که مشهودی داشت، الانم یه روزنامه کمونیستی رو داره اداره میکنه. راستشو بخواین هنوز بعد از مرگ روز به نقش و تأثیرش تو اون ماجرا از ذهنم بیرون نرفت. دوستی مارینا با ماهور و مرجان برمیگرده به سالهای قبل. در مورد آن جوانک شهاب مصطفی هر غلطی که میخواد بکنه بکنه. من حواسم به خانوادم هست جناب سرهنگ سپندان. بله شک ندارم، شک ندارم جناب تیمسار. رخصت میکنم؟ بله بفرمایید. همه کاری تأمینات که قهرش میتونه یه شهر رو با آتیش بکشه، چه حاجت به اذن و اجازه من؟ بفرمایید. اختیار داریم، شما همیشه ارشد من هست. بفرمایید. بی تکلف. راحت باشید، من به مهمانان دیگر برسم. بفرمایید. اینجا آمده میگفتی حداقل برای شام بیاد. من که اهل شام نیستم. شهابم رأیشو نمیشه عوض کرد. وقتی میگه نمیاد، نمیاد دیگه. حیف شد، کاش بیشتر میموندی. خب از حالا که زحمت کشیدی تا اینجا اومدی، یه امانتی هست باید بدی به شهاب. به شهاب؟ چه امانتی؟ اینقدر سوال پیچم نکن، بعدم بهت میگم. یه دقیقه صبر کن الان میام. جانم ببخشید معطل شدی. عزیزم چی سنگینه، چی هست؟ نمیدونم چی، ازم خواستم برسونم به دست شهاب. باشه، خیلی ممنون. با اجازه. مرسی که اومدی. خیلی خوش گذشت. با اجازه. Thank you.
سلام، خوبی؟ خوش نگلت گرد. اشکالی نده. این بستر محمود تو ماشین ازت میگیرم، بیا بشین. فلفور میری دنبالش، از این محله که دور شد یه جای دنج نگرش میداری یا تفتیشش میکنی. پسر همین الان یه بسته از دختر تیمسار تحویل گرفته، باید همونی باشه که ما دنبالشیم. چش را بیافت، را بیافت. فیروز از چنگت در نمیره، آشریفم شد؟ بله قربان. را بیافت، را بیافت تیرده.